دوستان سلام، میگم یه چند وقتیه نظام ولایت ته کوچه پومبس کیر کرده و همینطوری هاچ و واچ مونده که چی کار کنه. اینو دیگه همه فهمیدن، کارگزارای نظامم میخوان از تاکتیک کوچه علی چپ استفاده کنن و به روی خودشونم نیارن. ده بیا. آنچه در رسانه‌های بیگانه مطرح می‌شود به بن‌بست رسیدن جمهوری اسلامی است، اما باید مراقب باشیم که به این موضوع دامن نزنیم، بلکه باید در پی اصلاح امور باشیم. ما به اصلاحات مختلفی نیاز داریم و در حوزه اقتصادی نیازمند اصلاح ساختار اقتصاد هستیم. باید حق اعتراض مردم را به رسمیت شناخت. بعد از رسیدن به ته خط و گیر کرده تو بن‌بست میخواستی حق اعتراض رو به رسمیت نشناسی؟ بگی منو، تا اونجایی که زور داشتین جواب اعتراض رو با زندان و شکنجه دادی، حالا دیگه تو کشتی کم آوردین و خاک شدین. اصلا مگه میتونین جلو اعتراضات رو بگیرین؟ یه سوتی. تازه این اعتراضات دستگرمیه، حالا اصلش مونده. اعتراضات دیماه که در شکل مطالبات رادیکال در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ ایران رخ داد، در ابتدا هدایت شده بودند، اما سپس از کنترل خارج شدند. این اعتراضات جریانات سیاسی را با این مسئله روبرو کرد که نیازمند بازنگری جدی هستند. باید اعتراف کنیم که به خوبی متوجه فرایند تحول نشدیم. ما به نهادهای واسط میان مطالبات رادیکال و مقامات حکومت نیاز داریم. این چیزی است که هزینه‌های سیاسی را به شدت کنترل می‌کند. بله، هنوز نفهمیدن چی شده. وای به روزی که بفهمن چی به سرشون اومده. چون اگه بفهمن که دق می‌کنن. آخه اونی که بهش میگن مطالبات رادیکال، خودمونیش میشه سرنگونی نظام. بله. آنچه امروزه بیش از هر چیز از تحلیل‌ها برمی‌آید این است که دولت روحانی، اصولگرایان و اصلاح طلبان به بن‌بست رسیدند و دیگر قادر نیستند مفهوم سیاسی تازه‌ای خلق کنند. دولت روحانی و اصلاح طلبان در تکاپو هستند تا وقایع دیماه را تحلیل کنند و برای مواجهه منطقی با آن در آینده راه کارهای اساسی بیابند. اگرچه این تحلیل‌ها با نگاهی خوشبینانه صورت می‌گیرد، در پس پشت همه آنها نگرانی عمیقی نیز وجود دارد. یکیو اینم مجبور شده به زبون خودش حرف مردمو تکرار کنه که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. دیگه نمیتونن مفهوم سیاسی تازه خلق کنن، یعنی دکون دستگاه اصلاحات و اعتدال و کلید و خلاصه عرض کنم اپوزیسیون نمایی تخته شده. چه تخته ای؟ تازه نگرانم هستن. نظام ولایت تو بن‌بست گیر کرده، الان قابله میگه چه کنم چه کنم دست عظماست، هر کاری که بکنه و از هر رایی که بره با یکی دو پیچ میفته تا سراشیب سرنگونی. ولی این آخر و عاقبت 39 سال جنایت و چپاوله، حالا وقتشه که دیکتاتور به پایان سلام کند.